دایاجه تو شده میگه 25 متر غذا میتم تون نمیته برید از سوی باندیتون میکنیم می مگم آدم است انسانیت است. سلام و وقتتون بخیر. در این گزارش نگاه کردیم به اقدامات امارات اسلامی افغانستان برای جلوگیری از بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و اخراج مهاجرین افغان از ایران. حالا چه حالت خواهد شد که شما میرین؟ ده خدای پاک بود. با توجه به مطالبه مردم و دولت در اولویت برنامه هاشون قرار دادن و وعده های مقامات ایران برای جلوگیری از اخراج مهاجرین افغان. 5% اینا بی سرپرست است، اطفال بی سرپرست که چی دختر باشه یا چی پسر باشه. اقدامات دولت ایران برای بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از این کشور با حواشی زیاده همراه بوده است. ویدیوهایی از بازداشت خشونت‌آمیز مهاجران و بدرفتاری با آنها در شبکات اجتماعی منتشر شده است. بخش برخی از نوارهای دیداری در رسانه‌های اجتماعی درباره بدرفتاری و شکنجه مهاجرین افغان در ایران با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. این بدرفتاری‌های پلیس ایران با مهاجرین افغان باعث شده است که تا وزارت مهاجرین افغان دست به اقدامات دیپلماتیک بزند تا بتواند از شکنجه و بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران جلوگیری کند. در همین راستا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که درباره وضعیت مهاجرین افغان در ایران با مسئولین سفارت ایران در کابل گفتگو کرده است. محمد ارسلان خروتی معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است دولت ایران گرچه تعهد کرده است که حقوق مهاجران را رعایت می‌کند، اما متاسفانه حقیقت این است که مهاجران هنوز هم با چالش‌های روبرو هستند. شماری از کاربران شبکات اجتماعی بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران را پذیرفتنی نمی‌دانند و خواهان به کیفر رساندن عاملان آن شدند. کاربران اجتماعی رفتار نادرست و آزار و اذیت پناهجویان افغان در ایران را غیر قابل تحمل دانستند. حقوق بشر و سایر سازمان‌های بین‌المللی باید این گونه حوادث را بررسی کرده و اقدامات قانونی را برای جلوگیری از آن انجام دهند. مشترکات زیادی با هم داریم، اما واقعا کشور ما دیگه بیش از این امکان در واقع. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی با این باورند که بر بنیان میثاق‌های جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای میزبان باید به حقوق بنیادی مهاجرین پابند باشند. مجتبی کریمی آگاه مسائل سیاسی گفته است میثاق فرهنگی سیاسی و اجتماعی 1966 چنین تصریح میکند که کشورهای میزبان باید حقوق بنیادی مهاجران را رعایت کنند و سهولت‌های بیشتر به خاطر زندگیشان ایجاد کنند. با گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روزانه پیش از 6000 مهاجر افغان به کشور بازگردانده می شوند. برخی می گویند که محروم ساختن اتباعی افغانستان از خدمات در ایران بخشی از رفتارها بر مهاجران برای ترک خاک این کشور است. مقامات ایران در مورد ارائه خدمات به مهاجرین اظهارات دوگانه دارند. بهرنگ قربانی مدیر کل امور اتباعی مهاجرین خارجی استان فارس ایران اعلان کرده است که هر گونه سکونت، اشتغال مهاجران غیر مجاز و تحصیل فرزندان آنها در این استان ممنوع و تخلف است. و گروه بازرسی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای صاحبان مشاغل، مالکین منازل و مدیران مدارس که به این اتباع خدمات از قبیل زمینه اشتغال، اجاره منزل و اماکن تحصیلی را فراهم کنند، پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی خواهد گردید. استاندار تهران هم حدود 2 هفته پیش اعلان کرد که اتباع غیر مجاز در این استان از خدمات شهری و غیر شهری محروم می شوند. رضا مرتضوی استاندار اصفهان هم در گرد همایی استانداران با موضوع آموزش و پرورش گفته است
حضور 60,000 دانش آموز ادبا در استان اصفهان در کنار دانش آموزان بومی خانواده ها را دچار حاشیه و نگرانی کرده است. سعی کردیم با کاهش سهم ثبت نام ادبا این مسائل را حل کنیم، ولی باید در سطح ملی با آن توجهی ویژه شود. علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران در نشست خبری گفته است در همه جای دنیا با کسی که به دلیل مسائل چون جنگ و مصائبی که سر انسان‌ها می‌آید آواره می‌شوند احترام می‌گذارند، چون آنها انسان هستند و ما موظف هستیم به آنها با عنوان یک انسان احترام بگذاریم. افغانستانی ها هم مسلمان و هم زبان و تا حدی هم فرهنگ ایران هستند. شما را قابل توجه از این عزیزان چی با مجوز و چی بدون مجوز و غیر قانونی در ایران حضور پیدا کردن و ما بعد بایی که به هر شکل به ایران پناه آوردن احترام گذاشته ایم و خصوص به دانش آموزان بیشتر. اما دانش آموزان ادبا را ثبت نام میکنیم بر اساس شیوه دینی، مذهبی، انسانی، فرهنگی و همسایگی و بین المللی. همچنین علی خامنه ای رهبر ایران در سال 1394 دستور داد که هیچ کودک افغان، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بدون مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایران ثبت نام شوند. اما همه ساله شماری از مهاجرین افغان از مشکلات و سنگ اندازی ها برای ثبت نام کودکانشان در مدارس ایران شاکی بودند. با توجه به اظهارات مقامات محلی شماری از استانها اکنون به نظر می رسد این مشکلات بیشتر هم خواهد شد. محرومیت مهاجران افغان از خدمات رویداد تازه نیست. بارها تصویری از اماکن در ایران که ورود یا ارائه خدمات به افغان‌ها را ممنوع اعلان کرده منتشر شده است. اما نگاه به گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در گذشته در موارد نهادهای دولتی آن را تایید نمی‌کردند و حتی با آنها برخورد هم می‌کردند. پس از بازگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها به ایران مهاجر شدند. جمعیتی بزرگی هم از سالهای گذشته در ایران زندگی می‌کردند. پررنگ شدن حضور آنها در خیابان‌های ایران، انتقاد برخی شهروندان ایران را که در گذشته در مورد حضور مهاجرین افغان وجود داشت، جدی‌تر کرده است. برای اولین بار موضوع اخراج آنها به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اخیراً در این کشور وارد شد و به دنبال آن با تأکیدهای پیاپی مقامات مختلف ایران اکنون دولت ایران هم برای اخراج آنها مصمم‌تر